Alhamdulillah, 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 Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqin. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Azani bininda waqt barname Islam wa jamaa fara rasida. Fa inak ma khadija salih ba nashin barname dar khidmat shoma sarvaran qarar daram. امیدوار هستیم که تا این دام روز هم بخیر به عافیت سپری شده باشه و همچنان داره صحت کامل باشین. عزیزان بیننده شما همه تانی در برنامه تماس داشته باشین، به شماره تماس 0779-127-127 تماس بگیرین و سوالات که در مورد موضوع برنامه دارین. البته موضوع برنامه ما هم در مورد ازدواج های اجباری است. اینکه از نظر اسلام با کدام ازدواج میشه که ما ازدواج سالم بگوییم و هم با کدام ازدواج میشه ازدواج اجباری بگوییم و یا هم نکاحی که امروز صورت میگیره بالخصوص در ولایت دوردست از دوردست ما چگونه است از نظر شرعی، آیا جواز داره یا خیر، در حالی که خود دختر هیچ خبری نیست و نکاح بسته میشه. امروز در این مورد صحبت می داشته باشیم با جناب استاد رحمت الله غمی و در نخست ایشان خوش آمدید عرض می کنم. سلام علیکم. سلام به شما و بینندگان شبکه تلویزیونی زن. علیکم سلام. که صحت داشته باشین، روز شما بخیر. سلامت باشین جناب استاد. به عنوان مقدمه چه خوب است که تعریف از خود ازدواج سالم و ازدواج اجباری داشته باشین. امیایم در مقدمه می خواهیم که در رابطه با ازدواج بگیم، ازدواج اگر از لحاظ شریعت ما که میگیم عقد، عقد به معنای گری زدن با هم بستن هستن و از دیگر علوم هم ازدواج با هم بودن هستن که هر دو طرف دو جنس مخالف مرد زن هستن که با تفاهم هر دو طرف با مقطع زمانی که این تای مراحل میشن با هر دو طرف تفاهم میکنن برای ابد ماندن هستن. ما اگر وقتی که میاییم باز بعدن تشکیل فامیلی یا میشن سالم، یک وقتی که اگر از دید اسلام هم ما میاییم راجع میکنیم مطالعه میکنیم یا دید داشته باشیم چی از دیگر علوم باشن، یک ازدواج سالم اینمی او وقت به وجود میاد که این هر دو طرف هم اون اصولی که برشون تعیین شدن چی از لحاظ اسلامی هستن چی از لحاظ دیگر علوم هستن باید او اصول به شکل سالم به شکل کلی بدون جبر و اکراه باید بین یا امراد شوند و یاره میگیم ما یک ازدواج یا به هم بودن دو جنس به شکل سالم هستند. آها دقیقاً. خب پس چه تفاوت داره با ازدواج اجباری؟ تفاوتشون ما اگر دید داشته باشیم ما قبلا براتون اشاره کردیم اما یک ازدواج سالم چی اگر از لحاظ اسلام شرعی ما که چی مطالعه داشته باشیم یا دید داشته باشیم از خود شخص چی مرد هستن چی زن هستن از هر دو طرف به شکل رضایت بعضی اصول برشون تعیین کردن که باید او امرایشان دو مقتی زمانی اول پرسی میشن یا طبعا دیده میشن در دو هر دو طرف با رضایت هستن ولی چیزی که مخالفه که مثال که ما میبینیم که برضایت نیستن به جبر کراستن ما میبینیم چون امروز اگر ما در جامعه افغانستان ما بیاییم مطالعه داشته باشیم اصلا او اصولی که برای یک ازدواج سالم تعیین شدن مد نظر نیستن. ما اگر نه تنها دخترها بخش مرد یا بچه ها همچنان ما اگر ببینیم بدون از اینکه وا یک بخبری داشته باشه یا خبر باشن میگه برای شما دستمال آوردیم شما نامزد شدیم و هیچ معلوم نیستن که ای از ای به چی وقت به کدوم مقطع زمان به کدوم شیوه یا رفتن هیچ از او شخص یا از او بچه که مثل شان هستن یا برشون چی نمکی نمیتن که یک دفعه بهشون اول پرسی شدن که آیا شما مثال دیگه رضایت دارین ندارین بخش زن از نظر شرعی استاد چطور است؟ مثلا زمانی که قسم خود شما یادآور شدین مثلا نه خود دختر آگاهی داره و نه هم بچه آگاهی داره که اینا در ازدواج کسی در آمدن، از نظر شرعی جواز داره یا خیر؟ ببینین ما وقتی که میاییم در بخش عقد ازدواج یا در بخش نکاح نخستین چیز ما ارکان چی داریم نکاح داریم یا ارکان عقد هستن که نخستین شرطشونی گفتن که رضایت هر دو طرف است. رضایت هر دو طرف هستن. دوم به شکل
اظهاری باید از او شنیده شوند و ما فکر میکنیم به شکل کلی اگر ما مطالعه داشته باشیم یا دید داشته باشیم از لحاظ شریعت اسلامی این نکاح اون چیزی که اسلام برشان تعیین کردن ای انجام نمیشن. خب خیلی ازدواج هایی که در افغانستان یعنی بالخصوص در ولایت دوردست مسئولیت میگیره که اصلا خود دختر آگاهی نمیداشته باشه اونا ازدواج میکنن، یعنی که به گفته خودشما دستمالش هم میبرن یا یعنی که اردن نکاح کس در میارن و فقط همه قدر از او پرسیده میشه که وکیل مهر خودت یا یعنی وکیل نفست کی را قبول داری، در حالی که خود دختر قبول نداره، پدرش میگه که من دختر خود به فلانی دادم. یعنی درست نیست؟ ببینین اینجا ما یک چیز مهم هستن که براتون اشاره میکنیم. ما افغانستان یک کشور اسلامی هستن و در سطح جهان کشورهای اسلامی که هستن اون اصولی که اسلام برشان تعیین ساختن قیداتی که هستن، ولی متاسفانه در افغانستان ما از اصول اسلامی یک تفسیر غلط هستن در بعضی نقاط هستن که ما در او جام موندیم، یعنی در جوابشان اون چیزی که اسلام گفتن و اون چیزی که اسلام میگن درست است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم در این چی کردن بیان کردن که از طرف مقابل باید رضایت اول پرسی شوند و حتی ایره میشاره کردن که اگر چوب موندن هم به این معنا که مثال این رضایت دارن. ولی در افغانستان ما امروز میبینیم اروپای دیرینه ما داریم که کلان خانه، پدر از بالاتر وقتی که یک تصمیم میگیرن کسایی که قشر خرد هستن، اولاد مثال پایین هستن، یا باید ایش در این تصمیم یک پیشنهاد ایچ چیز نداشته باشن. هم این مشکلات اروپی ماستن که میاین و هم از اسلام که ما یک تفسیر غلط میکنیم. هیچ او چیزی که اصولا نیاز هستن اصولا از او چی شون برای ما یک نوع شرم یک نوع حیا به وجود می آین که مثال باید از زن به شکل سالم یک اول پرسیشن یک سوالشن که مثال آیا دیگه رضایت داری نداری، با غرور و به ارزش دیدن حقوق که چی زن هستن چی مرد هستن که باید از سوال شوند ایره مد نظر نمیگیریم. می آیا اصولی که ما تطبیق میکنیم اصول سالم اصولی نیستن. خب علت افزایش ازدواج اجباری چی از به نظرتان استاد؟ ما قبلا براتون اشاره کردیم اینجا عدم آزادی های بین دو طرف هستند که مثال مرد زن اگر ما در یک جامعه سالم داخل میشیم میبینیم که مرد زن هر دو طرف اصول و هر دو طرف حقوق مساوی دارن و زن چی زن است چی مرد هستن به شکل قانونی یا شناخته شدن حقوقشون شناخته شدن از هر لحاظ. ما اینجا بعض قیدات داریم در جامعه افغانستان، این قیدات بالاخره که بعضن طبقه مثال اون حقوقی که در یک جامعه سالم است برشان تعیین نشدن و بعض قیدات مثال اورپیستن و بالاخره بعض قیدات اسلامیستن. این همه قیدات باز وقتی که ما میاییم باز یک نوع تضاد بین دو جنس به وجود میایند، چی مرد هستن چی زن هستن یک نوع تضاد هم از لحاظ اصول جامعه شناسی یا روان شناسی اگر چی کنیم یک تضاد باز در بینشان میاد. خب یا کلشان عوامل اساسی هستند که بالاخره این کشمکش ها به وجود آمدن. خب زیادترشان مهمترشان اروپای ماستن و قیدات اسلامی هستن. قیدات اسلامی درست است، ما اگر ببینیم در کشورهای عرب ما دیگه کشورهای اسلامیم داریم، ولی اصول اگر ما قیاس کنیم با اصولی که مثال اوم یک کشور اسلامی هستن نسبت به افغانستان ما بسیار کم بکیه داریم، چون که ما براتون میگم چیزای اروپی ما هستن که همیش جلوگیری کردن و همیش اختلافات و مشکلات به وجود آوردن. این نقاط مهم اساسیشون هستن. یعنی همه علت افزایش ازدواج های اجباری فقط عرف ماست؟ عرف ماست. بله، ما براتون اشاره میکنیم
اروپای دیرینه ما در بخش های مختلف فعالیت داشتن و اشاره کردن و یک سلسله اصول ماندن. در این بخش هم همچنان ما وقتی که میگم براتون چی مرد هستن چی زن هستن، با او جوانی که تصمیم زندگی خود بگیرن هیچ اجازه داده نمیشن. درست است در اگر ما بیایم در مرکز در کابل یک سلسله اصول و یک سلسله آزادی ها ایجا ما داریم و روز به روز خوبتر شده میره، ولی در بهات و قریه های دوردست ما ولایت ما که ما میریم هیچ نوع آزادی نیستن و ما برات میگم اگر چی مرد است چی زن هستن برشان اجازه داده نمیشن تا تصمیم زندگی خود داشته باشن و ایره کلانای جامعه پدر هستن یا دیگه کلانای جامعه هستن اصول یا انجام میتن و ای اگر ما دید داشته باشن خلاف شریعت اسلامی هستن و خلاف دیگه اصولم با وجود میان این مشکل تاسیسیشن هستن. خب جناب استاد چرا کار را پیشنهاد میکنین به خاطر اینکه حداقل اگر از بین نمیره این مشکل کاهش پیدا کنه؟ ما بکل میریم اول اشخاص و افرادی که در جامعه هستن طبقه مرد باید احترام متقابل زن به مرد، مرد به زن و این یک تاثیرات بسیار مهم. باز برمیگردیم میاییم به پامیلا پدرها، مثال بیادرها، کسایی که کلان خان هستن ای به این توصیه ما هستن که چی مرد هستن چی زن هستن باید ای اصول و ای احترام هر دو طرف باید در بینشان داشته باشن. و سوم ما بخش عدلی، بخش اجرایی که ما میریم باید یک سلسله اصول داشته باشیم. درست است ما یک بخش داریم خشونت ها یک بخش در بخش عدلی قضایی هستن، وام پولیسی ها یا بعضی اصولات درستی ندارن، بخش عدلی قضایی هم باید در این بخش یک نوع تغییرات بیارن. این نقاط مهمی هستن که ما براتون اشاره کردیم که و یک چیز دیگه که باید خود چی مرد هستن چی زن، خود زن طبقه در این مشکلات زیاد صدمه دیدن. ما روزمره میبینیم که در این با بحران کلان مواجه هستن. ما برشان نمی چیزی هستن که باید یا هم یک سلسله بجنگند ای، یعنی تا آن حقوقشان که هستن و آن حقوقی که یا باید بدست بیارن باید یا هم یک سلسله پولیت های داشته باشن. این نقاط مهم هستن که زن طبقه که در جامعه افغانستان هستن اگر این اصول مد نظر گرفته شوند در جامعه برشان اون حقوقی که یا دارن یا مطرح شدن برشان وارا میتونن که یک اندازه بدست بیارن و یک نوع رسمیت پیدا کنن. من براتون میگم زن طبقه در این ازدواج ها در این مسائل بسیار صدمه زیاد دیدن، مرد طبقه همچنان هستن خب کم هستن. این نقاط اساس هستن اگر یا مد نظر بگیرن ما فکر میکنم که یک سلسله تغییرات و یک سلسله خوبی ها شاید به میان بیاین. استاد از راهکارهایی که شما یادآور شدین خب طبیعی است که ما مسائل کتبی خیلی زیاد داریم، قوانین من خشونت علیه زنان است و همچنان مسائل دیگه قوانین دیگه هم وجود داره، اما از راهکارهای عملی صحبت کنین که راهکار وجود داره به خاطری که اگه عملی باشه که اینکه همین مشکل کاهش پیدا کنه. ببینین ما داریم مشکلات داریم در بعضی اولاد، ما براتون میگم که خود قانونم از اروپا به وجود آمدن تا هنوز ما در بعضی ساعات دوردست با چالش های مواجه هستیم، چون که اوجا تا هنوز هم اروپا های دیرینه ما موجود دارن، اما عناناتی که با بسیار خساراتی که به میان آوردن و میارن تا هنوز موجود هستن و در بعضی حالات قوی اجرای بخش عدلی که مثال اصولا ما به شکل قانونی یا میریم ای راه رویش اعلان میکنیم یا چی کردن رویشون گرفتن. دوم عواملش دیگه سطح آگاهی مردم از لحاظ تحصیل، از لحاظ
پیشرفت‌ها که ما می‌بینیم ما بسیار عقب مانده هستیم. دیگر مشکلات اقتصادی هم هستن، یک نکات دیگه هم هستن که بعضی چالش ها یا خشونت ها که به وجود آمدن از لحاظ اقتصاد همچنان میبینیم که این بعض ازدواج های اجباری را که ما میبینیم بر اثر که او طرف مقابل که مثال وضع اقتصادی خوبتر داره، این هم میتونه که یک تاثیرات چی داشته باشن. خب بازم این مشکلات هستن، درست است، بخش اجرای یا تطبیقاتی که ما میبینیم تنوز ضعیف هستن، این ما باید قبول کنیم. چی خوب تری هستن که ما یا بخش قوی اجرای بخش خشونتشان که هستن یا بخش قوی اجرای عدلی قضاییشان هستن باید تلاش داشته باشن تا این تغییرات یک سلسله تغییرات بیارن و یک سلسله قیدات وضع بسازن تا ما بتانیم که او ولایتی که دوردست هستن از یاگاه شون و یک سلسله جلوگیری به وجود بیاین، این یک رول مهم خود داشته باشن. نه دقیقا. خب عزیزان بیننده شما هم میتونید در برنامه تماس داشته باشین، با شماره تماس 0779-127-127 تماس بگیرید، همچنان سوالاتی که در مورد موضوع برنامه ازدواج های اجباری هست میتونید با ما شریک بسازین و همچنان بر علاوه شما هم میتونید ما را از طریق صفحات اجتماعی ما صفحه فیسبوک به نام اسلام و جامعه ما را دنبال کنین و همچنان اگر برنامه ما از شما در قسمت وسط برنامه رسید میتونید برنامه ما را به شکل کامل از طریق صفحات فیسبوک ببینین. و استاد چه خوب است که در مورد این هم صحبت کنین که ازدواج اجباری، خوب روی عللش صحبت کرده، روی که کدام راهکار هست، اما چرا وضعیت، یعنی از نظر دینی وظیفه کی میدانید که مردم آگاهی دهی کنن به شکل درست که همین که هایی که امروز صورت میگیره درست نیست؟ ببینین اگر از اصول بریم وزارت مربوطه داریم، وزارت عجب خوب است که باز بخش مساجد ها و بخش اسلامی دینی ما مربوطی ها میشن اگر ما چی داشته باشیم در این مرجع مربوطه ای که هستن هم چنان ما در دیگر دنیا که وقتی میریم این مسجد ها را که ما میبینیم یا مساکنی که اسلامی هستن دینی هستن تحت نظارت وزارت مربوطهشون، اصولشون، پالیاتایشون، روزمره پالیاتایشون یا نظارت میشن، ولی در افغانستان این وزارت مربوطه کن هستن تنوز یک فعالیت رسمی تا چون که ما اطفال ماستن، کنانای ماستن، ما کل ما مسجد مراجعه میکنیم، مسجد میریم تا پنج وقت نماز خدا و عبادت خدا پیش ببریم. وزارت مربوطه مسئول بودن تا در این مورد چون یک موضوع مهم هستن، یک بخشی باید یک آگاهی میدادن، یک آگاهی به مو مسجد های مربوطه چی میکردن. یعنی به نظر شما وزارت حج ارشاد اوقاف هیچ این مورد کدام کار کرده نداشتن؟ وقتی که ما میریم آلی شما برین یک مراجعه کنین به مسجد ها برین، این مسجد های مربوطه که هستن تا هنوز ما فکر نمی کنیم که مربوطه وزارت یا سفت باشن، فعالیت هایشان هم تقنی پیش برن. ما داریم مسجد، داریم بخش های دینی، داریم تنوز اصولا یا پیش نبردن و بخش معارف همچنان باید یک چیزی داشته باشن و بخش تسلط علیم باید یک سلسله باید یک اشاره میشدن تا مردم در این مورد یک آگاهی داشته باشن یا یک آگاهی به دست می آوردن و بخش رسانه همچنان. خب ما در این بخش همچنان فعالیت های رسمی صورت نگرفتن تا مردم به این آگاه شوند. درست است ما مطالعه داشتیم، آگاه بودیم، خب ولی اون چیزی که ما نیاز داشتیم و اون چیزی که مرجع مربوطه باید این را یک بخشی از جزئیاتی که تکمیل کنده بخش اسلامی هستن باید این را یا ذکر میکردن. خود ما از این تنوز برامن نیستیم، بخش اسلامی ما همچنان ما مشکلات داریم. خب استاد بازم به طور کلی در مورد خود ای که چگونه مردم آگاهی دهی کنیم، یعنی اگر صحبت کنین خوب میشه که به طور مثلا اگر از نگاه دینی قسمی که یادآورشین گفتین مساجد، خب بر علاوه مساجد دیگه کدام راهکار میتونه که مردم آگاهی دهی، چون اگر سطح آگاهی دهی مردم بلند بره، یعنی سطح آگاهی مردم بلند باشه، خب طبیعی است که این مشکلات بروج نمیکنه. در اینجا ما بازم برمیگردیم از مردم آم آغاز میکنیم.
از پامیلای محترم پدر مادر از جا آغاز میشه، چون آغاز ما از جا آغاز هستن، از پامیلا از پدر مادر آغاز میشن، میایم بالاخره به افراد جامعه هستن، از یا اینمی تقاضایم هستن که یا خواست ما میستن که باید چی از اگر ما دید داشته باشیم از لحاظ اسلامی، از دید دیگه علوم هم اگر ما چی داشته باشیم، این بیان میکنن که ازدواج های سالم باید بر رضایت هر دو طرف ببینن. اگر ما در اسلام هم مراجعه کنیم درست از قیدات داریم، خوال بازم اصول برای ما تعیین شدن و باید ای را به شکل سالم یا تطبیق کنن و دکه از علمای دینی همچنان وقتی که ما از وام همی تقاضایم هستن که چیزی که اصول اسلام تعیین کردن باید اصولا، چون مردم آگاهی ندارن وقتی که یک موضوع میشن میگه بریم باید از ملا مسجد پرسان کنیم، این موضوعی ترسه از ملا مسجد پرسان کنیم. ممو شخصیت هایی که اصلا باید یا سالم یعنی تفسیر اسلامی را باید به شکل سالم کنن و سوم بخش اجرایه همچنان باید در بخش مقننه یک سلسله تغییرات بیارن و درست است ما که میبینیم در محاکم قوانین برشان وضع ساختن، ولی بعضی نقاط مهم هستن که یا باید تغییرات بیارن بالاخره تا یک روند مثبت در جامعه پیاده شدن. این نقاط مهم هستن اگر ما مد نظر بگیریم انشالله ما امید دارم که یک سلسله تغییرات و پیشرفت خوش شاید به وجود بیاییم. انشالله. خب در کل استاد چه خوب است که جنبندی از موضوع برنامه از ازدواج اجباری داشته باشین، از علل و عواملش و همچنین راهکارهاش. ما براتون گفتیم میایم خلا در خلاصه باید بگیم که مشکلاتی که ما براتون اشاره کردیم که اروپا هستن و قیدات اسلامی هستن باز یک سلسله مشکلاتی به وجود آوردن و برمیگردیم به راه های سهولت هایشان هم براتون یا راه پیشرفتشان هم براتون گفتیم که باید ما از اصولی که باید مراد شوند از پامیل آغاز میشن بیاین در جامعه میاین و اصولی بین هر دو طرف به وجود میاین و حقوقی بین خرد و کلان به وجود میاین و این اصول برمیگردن یک سهولت ها به وجود میاین و بخش قوی قضایه یا بخش اجرایشان هم ما براتون اشاره کردیم که باید یک سلسله تغییرات بیاین و این نقاط یا نقاط مهمی هستن که میشه که ما برگردیم بر یک جامعه سالم، چی اگر از دید اسلامی باشد چی از دید دیگه علوم اگر باشم، یک جامعه سالم نیاز دارن و باید این اصول من نظر گرفته شن. ما هم اگر می اصول من نظر بگیریم انشاءالله در آینده میشه که یک جامعه سالم اسلامی ما داشته باشیم انشاءالله. طبقه که یکی از دانشمندان میگه خانواده سالم جامعه سالم، طبیعی است که اگر ما توجه به خانواده را داشته باشیم، اگر از اون آوان کودکی و کودک خود توجه کنیم، مطمئن هستم که انشاءالله جامعه سالمی هم میداشته باشیم. و چه خوب است که بنبست خانه از همون شروع کار شکل درست بگیره. یکی اگر ما میخوایم یک خانه را آباد کنیم، خب طبیعی است که بهترین خشت و بهترین سنگ را به روز استفاده میکنیم. اگر ما از همون آوان درست از همون زمان نامزادی یا که قبل از اینکه ما با کسی که ازدواج میکنیم در موردش تحقیق نکنیم و بدون آگاهی دهی بدون آگاهی ما با کسی با شخص ازدواج کنیم، خب طبیعی است که ازدواج درست نمیشه و قسمی که خود شما هم یادآور شین ازدواج سالم نیست. و انشالله که ما هم از دربار خداوند تمنا داریم که ازدواج سالم و بالخصوص به همه خانواده های عزیز و به همه کسانی که بیننده برنامه اسلام و جامعه هستن توصیه میکنیم که اگر دختر و یا هم بچه خود در ازدواج کسی در میارن، اول درست برن تحقیق کنن، همه چیزی نندازن روی تقدیر. زمانی که اگر شخص درست نبود یا شخص معتاد بود یا یک بچه درست نبود یا دختر درست نبود، باز میگن تقدیر و قسمت شما قسم بود. نه، تقدیر و قسمت نیست. بیا انسان خودش تحقیق کنه، بره پشت کار داشته باشه، ببینه با کی ازدواج میکنه. و از نظر اسلام قسمی که یادآور شدین استاد، هیچ نکاح بدون رضایت طرفین نیست. ایجاب و قبول گفته رکن اول نکاح. پس چه خوب است که ما همین رو در نظر داشته باشیم. چرا که اگر
اینو در نظر بگیم، مطمئن هستم که ازدواج سالم و خانواده سالم هم داشته باشه. خب عزیزان بیننده، بازم اولا صد از شما تشکر کنم که دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین. تشکر از شما چون که برای ما وقت دارین تا بیایم در این رابطه برای جامعه یک سلسله معلومات داشته باشیم یا برشون پیشکش کنیم. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر. خب بیننده های عزیز، برنامه امروز اسلام و جامعه در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که انشاءالله فردا از خدمت شما سروران قرار بگیرم، همه شما را به خداوند لایزال میسپارم. ایام به کامتان باد.